کمتر از یک ماه از حادثه گروگانگیری کابل بدخشان میگذرد، اما تا این دم حکومت به خاطر آزادی گروگان گرفته شدگان کاری نکرده است. از این جور شمار از باشندگان گرد هم آمدند تا حکومت را نسبت به تامین امنیت کشور ناکام میدانند. برای رهایی سربندان مسافری که هنوز در گرو طالبان مزدورند اقدامات عملی شده و مسافران به صورت زنده و سلامت هر چه زودتر آزاد شوند. دو، مسئولین دولتی که در این راستا غفلت و کارشکنی کرده اند پس از برکناری باید به دادگاه کشانده شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. طول دو هفته اخیر گوش کر حکومت مردان را نتانسته باز بکنه، امروز جمع شدیم تا یک بار دیگه فریاد بکنیم و صدا را بلند بکنیم تا به گوشهای از اینا تنین انداز شد و بفهمند که مردم افغانستان واقعا میخواهند که اینا یا واقعا در کنار ملت افغانستان بیستن و یا برند به طرف همون دشمنان مردم افغانستان بیستن. گروگانگیری در مسیر شهرهای افغانستان ادامه دارد. یک روز همشهری هزاره ما، یک روز دیگه همشهری تاجیک ما و یک روز همشهری پشتون ما به گروگان گرفته میشه و سوی مخالفان مسلح دولت، ولی دولت افغانستان تا هنوز یک راهکار درست را به منظور تامین شهرهای افغانستان و تامین جان شهروندانش نداشته. اینجا پارک شهر نب است، همه گرد آمده اند تا ندای اعتراضیشان را نسبت به افزایش چالش های امنیتی و ویژه گروگانگیری های اخیر در شهرهای شمال بلند نمایند. همه با شعارهای ضد حکومتی به سوی ارگ به حرکت می شوند. هرچند نیروهای پلیس مانع این حرکت این اعتراض کنندگان می شوند، اما آنان با حرکتشان ادامه می دهند تا حدی که این اعتراض به خشونت می انجامد و چند تن از معترضین زخم بر می دارد. اینجا دم ورودی کاخ سپیدار، همه با توقفشان اینجا ندای انتقاد از عملکرد حکومت سر می دهند. روز به نام قانون اساسی آمدیم که از خون برادران خود دفاع کنیم. هیچ کسی بوره به هیچ نام استاد کار نمیدونه. هیچ کسی عقل را در سایکو ما را به اجازه نمیده که کسایی که ده هر کسی پیتار ده هر ششتین با تقلب رفتن اونجا ششتین، اونا نمیخواند که ما صدا عدالت خواهی خود را به گوشایشان برسانیم. یاد رای مردم نرفتین، یاد رای گوسپندی آمدین، یار جانکری آوردن چوکی شانده. اقدامات جدی را در نظر بگیریم تا یک بار دیگر ارگو قصر سپیدار آگاه بسازیم که ما ملتی هم هستیم که ما با گروگانگیری ها نه گفته میتوانیم. مخزن افغان هستم، همیشه میخوام به جرأت، همیشه میخوام به توانمندی، ما از حقم، از حقوقم، از خواهرم، از تیفرم دفاع بکنم. این گفته ها در حال مطرح میشود که حکومت به خاطر تامین امنیت شهروندان در شمال اقدامات تازه را روی دست گرفته تا از مسافرانی که به ولایتشان سفر میکنند مسنون باشند.